روز یکشنبه شاهد تجمعات اعتراضی مالباختگان و کارگران همطور که خودت گفتی در چندین شهر ایران بودیم. در تهران جمعی از مالباختگان کریپتولند در مقابل دادگستری تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کریپتولند و بستن رو پول ما نشستن. 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 بازنشستگان تأمین اجتماعی هفت‌تپه، شوش، کرخه و هور هم مقابل سازمان تأمین اجتماعی شوش تجمع کردند. خبرگزاری هرانا هم گزارش داده شماری از کارگران خدماتی شهرداری یاسوج در مقابل ساختمان شورای این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، بیمه و سایر مطالبات معوقه‌شون صورت گرفته. اکانت توییتری کارگران ایران هم از تجمع صدها کارگر شرکت پتروشیمی چوار ایلام خبر داد که به تأخیر بیش از یک ساله در اجرای طرح طبقه بندی کارگران معترضند. ویدیویی ببینیم از حضور خانواده محمد مهدی کرمی از معترضانی که توسط حکومت اعدام شد. ویدیویی هم به صدای آمریکا رسیده از گلباران منزل و مزار آرمان عمادی، معترضی که در آبان ماه در مرودش کشته شد. باید که میگذشتم از این عشق و این دلدادگی، تو رفتی اما بعد تو هرگز نکردم زندگی. من طاقت دوری ندارم. اما شعار نویسی یکی از روش‌های اعتراضی مردم در ماه‌های اخیر کماکان ادامه داره. چند مورد از این شعار نویسی‌ها رو با هم ببینیم. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، صدای شعارهای شبانه مردم معترضی که نه تنها خاموش نشدن بلکه هر شب به این روش اعتراضی صداشون رو بلند میکنن. ویدیویی هم ببینیم از حرکت اعتراضی و نمادین دختری در یکی از خیابان‌های تهران که با طناب دار بر گردنش به اعدام‌های معترضان اعتراض کرده. زن زندگی آزادی. اما ساعتی پیش ویدیویی منتشر شد از ضرب و شتم بیدلیل یک خانم در پیاده‌رو توسط یکی از نیروهای حکومتی، ویدیویی که به نظر میرسه مربوط به روزهای گذشته است و با تأخیر منتشر شده.
همینطور ویدیوی دیگه ای ببینیم از آزار و اذیت دو خانوم که دو مأمور لباس شخصی اونها رو دستگیر کردن. روز یکشنبه دوم بهمن اما شاهد آزادی چند نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بودیم. زهرا حسینی آبیز روانشناس پس از حدود 2.5 ماه بازداشت در زندانهای اوین و قرچک به قید وثیقه آزاد شد. همینطور الهام مدرسی از بازداشت شدگان در اعتراضات هم با قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد. الهام مدرسی روز 11 آبان بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شده بود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد در پی پرونده سازی برای 16 تن تحت عنوان جوانان محلات ارومیه، چند نوجوان از جمله سمانه فتحی 15 ساله، هادی حسنلو و حسام جیان 17 ساله، حسین آشوری، محمد رضا سیفزاده، سیف الله زاده و علی ابراهیمی 18 ساله به عضویت در یک تشکیلات متهم شدند. در انتها هم اضافه کنم دو روزنامه‌نگار دیگه در ایران بازداشت شدن. سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی دو روزنامه‌نگاری هستند که روز گذشته بازداشت شدن. پیام.